خیلی خوب. خب ندیدم من اندر جهان تاجور، رستم داره در حق کیخسرو میگه بدین فر و مانندگی پدر. وزانجا وزان پس چو از تخت برخواستند، نهادند خان و می آراستند. جهاندار تا نیمی از شب نخفت، گذشت سخنها و می بود جفت. چو خورشید تیغ از میان برکشید، شب تیره را گشت سر ناپدید. تبیره بر آمد ز درگاه شاه، به سر برنهادند گردان کلاه. چو توس و چو گودرز و گیو دلیر، چو گرگین و گستهم و بهرام شیر. گران مایگان نزد شاه آمدند، بدان نامور بارگاه آمدند. به نخچیر شد شهریار جوان، ابا نامور رستم پهلوان. ز لشکر برفتند آزادگان، چو گیو و چو گودرز کشوادگان. سپاهی که شد تیره خورشید و ماه، ز بس جوشن و ترگ و تیغ و کلاه. همه بوم ایران سراسر بگشت، به آباد و ویرانی اندر گذشت. خب یه فرصتی بود برای کیخسرو که برای اولین بار شهرهای مختلف ایران رو ببینه. همه بوم ایران سراسر بگشت، به آباد و ویرانی اندر گذشت. هر آن بوم و بر کان نه آباد بود، تبه بود و ویران ز بیداد بود، درم داد و آباد کردش ز گنج، ز داد و ز بخشش نیامدش رنج. به هر شهر بنشست و بنهاد تخت، چنان چون بود مردم نیک بخت. همه بدره و جام می خواستی، به دینار گیتی بیاراستی. وزانجا سوی شهر دیگر شدی، همان با می و تخت و افسر شدی. چنین تا در آذرآبادگان، بشد با بزرگان و آزادگان. همی باده خورد و همی تاخت اسب، بیامد سوی خان آذرگشسپ. جهان آفرین را ستایش گرفت، به آتش کدندر نیایش گرفت. بیامد خرامان از آن جایگاه، نهادند سر سوی کاووس شاه. نشستند با او به هم شادمان، نبودند جز شادمان یک زمان. چو پر شد سر از جام روشن گلاب، به خواب و به آسایش آمد شتاب. در ادبیات فارسی یکی از کلماتی که جای شراب می نشینه گلابه. مثلا یه جا حافظ میگه که بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. و گلابی به خاک آدم ریز، خب همه میدونیم یعنی شرابی به خاک آدم ریز. و تو بعضی از نسخه هم البته هست شرابی به خاک آدم ریز. چو پر شد سر از جام روشن گلاب، به خواب و به آسایش آمد شتاب. وقتی سر از جام گلاب روشن پر شد، یعنی سرها پر از شراب شد، به خواب و به آسایش آمد شتاب. چو روز درخشان برآورد چاک، بگسترد یاقوت بر تیر خاک. جهاندار بنشست و کاووس کی، دو شاه سرفراز دو نیک بی. خب این فرصت برای شاه فراهم شد و رفت شهرها رو دید و یه مقداری وقتش رو صرف این شهرها و آبادانی این شهرها کرد. و اون شب گذشت و حالا یک روزی با کیکاووس نشسته. میگه چون روز درخشان برآورد چاک، اینجا چاک فاعل جمله هست، یعنی چون که دره، چون که چاک رو بگیرید معنی دره، خورشید درخشان رو بالا آورد، یعنی خورشید از تو چاک اومد بالا. یه جا صاحب تبریزی میگه که مشرق خورشید و مه را، مشرق خورشید و مه را گل به روزن میزنیم، از نظربازان آن چاک گریبانیم ما. میگه ما یه چاک گریبانی داریم که از توش یه خورشیدی در اومده، صورت معشوقشو میگه. میگه که این برای ما کافیه، ما دیگه هیچ دره رو نمیخوایم، ما هیچ جایی مشرق خورشید و مه را گل به روزن میزنیم، از نظربازان آن چاک گریبانیم. میگه چون روز
چو روز درخشان برآورد چاک، پس چاک اینجا فاعل جمله است، بگسترد یاقوت بر تیر خاک، جهاندار منشست و کاووس کی، دو شاه سرافراز دو نیکپی. ابا رستم گرد و دستان به هم، همی گفت کاووس هر بیش و کم، از افراسیاب اندر آمد نخست، دو رخ را به خون دو دیده بشست. بگفتان که او با سیاوش چه کرد، از ایران برآورد یک بار گرد، بسا پهلوانان که بیجان شدند، زن و کودک خرد پیچان شدند، بسی شهر بینی از ایران خراب، تبه گشته از رنج افراسیاب، تو را ایزدی هرچه بایدت هست، ز بالا و از دانش و زور دست، ز فر تمامی و نیکختری، ز شاهان به هر گوهری برتری. میگه هرچی که خدا باد به تو میداده به عنوان یه پادشاه داده. کنون از تو سوگند خواهم یکی، نباید که پیچیز داد اندکی، که پرکین کنی دل از افراسیاب، دم آتش اندر نیاری به آب. خب دم آتش اندر نیاری به آب، یعنی خشمت رو با آب خنک نکنی، هیچ وقت این درون مشتعل جوشان و پرکینت رو از افراسیاب تبدیل به آرامش و صلح نکنی. میگه که پرکین کنی دل از افراسیاب، دم آتش اندر نیاری به آب، به خیشی مادر بدون انگری، نپیچی و گفت کسی نشموری، به گنج و فزونی نگیری فریب، به پیشر فراز آیدت گر نشی. اگر جلوت حوادث خوب اتفاق بیفته یا حوادث بد اتفاق بیفته، پولدار بشی یا بی پول بشی، کشوردار بزرگی بشی یا کشوردار بزرگی نشی، به پیش هر فراز آیدت گر نشیب، میخواد فراز به پیشت بیاد، میخواد نشیب به پیشت بیاد، هرچی، در هر حالتی تو نباید بری سمت افراسیاب، به گنج و به تخت و به تیغ و کلاه، به گفتار با او نگردی زرا، بگویم که بنیاد سوگند چیست، بهت میگم که به چی قسم بخوری. بنیاد سوگند اینجا یعنی این که به چی باید قسم بخوری. بگویم که بنیاد سوگند چیست، خرد را و جان را تو را بند چیست. چی هست که تو اگر بهش قسم بخوری و مفاد اون قسم رو تو اثر میذاره و خرد تو رو مسخر میکنه و جان تو رو مسخر میکنه، اون رو من بهت میگم چیه. بگویی به دادار خورشید و ماه، قسم بخور به خداوند خورشید و خداوند ماه، به تیغ و به مهر و به تخت و کلاه، به برز و به نیکختر ایزدی، که هرگز نپیچی به سوی بدی، میانجی نخواهی جز از تیغ و گرز، منش برز داری به بالای برز، منش برز داری به بالای برز. یه وقتی دوتا برادر با هم دعواشون شد دو بود، و یکی از این برادرها به من گفت تو وکیل من باش. منم گفتم باش، رفتم میانجیگری بکنم و اون یکی برادر من منکوب کرد. من برگشتم به این گفتم خب اون راست میگه، حرفش حقه. گفت تو وکیل منی یا وکیل او؟ من تو رو کردم وکیل که بری از حق من دفاع کنی، اومدی میگی او داره راست میگه، وکیل از این بی‌عرضه تر؟ خب من چه کار دارید؟ ببینم، میگه منش برز داری به بالای برز. وقتی او بال خودش قوی میکنه تا باید قوی باشی، وگرنه نمیتونی وکیل ملت باشی. وکیل ملت کسی است که منش برز داشته باشه به بالای برز. چو بشنید از او شهریار جوان، سوی آتش آورد روی و روان، به دادار دارنده سوگند خورد، به روز سپید و شب لاجورد، به خورشید و شمشیر و گنج و کلاه، به مهر و به تخت و به دیهیم و گاه، که هرگز نپیچم سوی مهر اوی، نبینم به خواب اندرون چهر اوی. یکی خط نوشتند بر پهلوی، به مشک از بر دفتر خسروی،
گوا بود دستان و رستم برین، بزرگان لشکر همه همچنین. به زنهار بر دست رستم نهاد، چنین خط و سوگند و آن رسم و داد. نه به زنهار بر دست رستم نهاد ببخشید به زنهار بر دست رستم نهاد چنین خط و سوگند و آن رسم و داد، و سند رو دادن به دست رستم. در قدیم خیلی وقت اتفاق می افتاد که در خانواده ها وقتی یه نفر ازدواج میکرد، سند ازدواج اینا رو به خودشون نمیدادن، میدادن مثلا به برادر خانومه، مثلا به پدر خانومه. سند رو دست خود عروس داماد نمیدادن، و این سند رو اینا نوشتن، این قسم خورد، جناب کیخسروم هم سوگنداشو خورد و امضا کرد و انگشت زد و همه اینها، سند رو دادن به رستم. به زنهار بر دست رستم نهاد آن سند را، چون این خط و سوگند و آن رسم و داد. و زنجایه خانومه خواستند، دگرگونه مجلس بیاراستند. ببودند یک هفته با رود و می، بزرگان به ایوان کاووس کی. جهاندار هشتم سر و تن بشست، یعنی بعد از هفت روز، روز هشتم رفت حموم. جهاندار هشتم سر و تن بشست، نیاسود و جای نیایش بجست. رفت که نماز بخونه. به پیش خداوند گردان سپهر، برفت آفرین را به گسترد مهر. شب تیره تا برکشید آفتاب، خروشان همی بود دیده پراب. چنین گفت که ای دادگر یک خدای، جهاندار و روزی ده و رهنمای. به روز جوانی تو کردی رها، مرا بی سپاه از دم اژدها. تو دانی که سالار توران سپاه، نپرهیز داند نه ترس از گناه. به بیران و آباد نفرین اوست، دل بی گناهان پر از کین اوست. بیران شکل دیگری از همون ویرانه که در لغتنامه ها البته مکرر ثبت شده، شواهد زیاد هم داره. به بیداد خون سیاوش بریخت، بر این مرز باران آتش ببیخت. دل شهریاران پر از بیم اوست، بلا بر زمین تخت و دیهیم اوست. به کین پدر بنده را دست گیر، به بخشای بر جان کاووس پیر. گفت اگر میشه محض خاطر کاووس هم شده، ای خدا به خاطر کاووس هم شده، کمک کن به من که من انتقام پدرم رو بگیرم. تو دانی که او را بدی گوهر است، یعنی افراسیاب را، همان بدنژاد است و افزونگر است. خب این شکل جمله جوری هست که ممکن آدم بد بخونه، مثلا بگه به کین پدر بنده را دست گیر، بعد ببخشای بر جان کاووس پیر. تو دانی که او را بدی گوهر است، همان بدنژاد است و افزونگر است. یعنی به نظر میرسه اینا رو داره در حق کاووس میگه، در صورتی که اینا داره هنوز در حق افراسیاب میگه. و میگه ببخشای بر جان کاووس پیر، یعنی رحمت کن بر کاووس، به خاطر کاووس، مز خاطر کاووس بیا به من کمک کن. و تو دانی که او را، یعنی افراسیاب را، بدی گوهر است، همان بدنژاد است و افزونگر است. فراوان بمالید رخ بر زمین، همی خواند بر کردگار آفرین. وزانجایه شد سوی تخت باز، بر پهلوانان گردن فراز. چنین گفت که ای نامداران من، جهانگیر و خنجر گزاران من. بپیمودم این بوم ایران به اسب، از این مرز تا خان آذرگشسپ. ندیدم کسی را که دل شاد بود، توانگر بود و بومش آباد بود. میگه خیلی مردم ایران رو غمگین یافتم و شهرها رو ویران دیدم. همه خستگانند از افراسیاب، چون میدونیم که افراسیاب بر ایران چیره شد دیگه، یعنی تو این دوره‌ای که سیاوش کشته شد و رستم برگشت رفت زابلستان، کاووس هم قدرتی دیگه نداشت و افراسیاب هی میومد حمله میکرد توی سالها و
از رودخانه عبور میکرد اینها، و تو آخرین لحظات هم یادتونه که دوباره میخواست عبور بکنه بیاد و جلوش گرفتن و نذاشتن که از جیهون عبور بکنه. نه من فکر میکنم که بعدش شکست خورد، عقب نشست، بعدش رستم 7-8 سال پادشاه به اصطلاح قسمتی شد. بله رستم پادشاه اون طرف شد، اون طرف شد، به خاطر همین یه عقب نشینی کرد. افراسیاب اومد سمت ایران، اتفاقا وقتی که بزرگان، نه عقب نشینی کرد رفت طرف خودش. شما یادتون هست وقتی بزرگان میخواستن به رستم توصیه کنن که آقا بیا برگردیم، بهش گفتن آقا افراسیاب میره اون و دمار ایرانیان رو در میاره و تو اینجا چی نشستی؟ کاووس بی پناه، کاووس تنهاست، کسی اونجا نیست، ما باید برگردیم. یعنی این نشون میده که افراسیاب و لشکریان افراسیاب جسته و گریخته حمله میکردن و شهرها رو آتیش میزدن و ویران میکردن. اصلا در همون جایی که رستم هست، یعنی در زاولستان، یه شهریه که خود رستم این رو توضیح میده برای کیکاووس، میگه یه شهری اونجا هست که این از زمان تور در حیطه نفوذ ایرانیان بوده و در زمان تور این خیلی هم شهر آبادی و فلانیه و افراسیاب الان اومده بر اونجا مسلط شده و بر اونجا مسلط شده و میاد دیگه ما اینا به ما مالیات نمیدن، چه نمیکنن. یعنی درسته که افراسیاب رفته به سمت به اصطلاح چین و هند و اینا، ولی یک سری از شهرهای ایران رو اشغال کرده و اونها هم ترسیدن، به رستم گفتن اصلا بلند شو از اینجا بریم، کاووس بی پناهه. یعنی اوضاع خوبی به هر حال ایران اون دوره نداشته در تا وقتی که کیخسرو میاد. نخستین جگر خسته او منم. بعد میگه حالا شهرها رو هیچ، من خودم اصلا آزردم از دستش، که پر درد از اوی است جان و تنم. دیگر چون نیا، یعنی کیکاووس، شاه آزاد مرد هم از او خسته است. یعنی اینجا یه جمله محذوفه. دیگر چون نیا شاه آزاد مرد هم از او خسته است، که از دل همی برکشد باد سر. به ایران زن و مرد از او با خروش، ز بس کشتن و غارت و جنگ و جوش. ببینن، به ایران زن و مرد از او با خروش، ز بس کشتن و غارت و جنگ و جوش. این غارت ها تو این دوره ادامه داشته. کنون گر همه ویژه یار منید، به دل سر به سر دوست دار منید، به کین پدر بست خواهم میان، بگردانم این بد از ایرانیان. اگر همگنان رای جنگ آورید، بکوشید و رسم پلنگ آورید، مرا این سخن بیش بیرون شود، ز جنگ یلان کوه هامون شود. مرا این سخن بیش بیرون شود، یعنی من به آرزوهام و این رویاهام و این حرفهام که دارم میگم میرسم، محقق میشه. این سخن بیش بیرون شود، یعنی حرفهای من محقق میشه. ز جنگ یلان کوه هامون شود، هران خون که آید به کین ریخته، گناهکار اوی است و آویخته. میگه از این به بعد هر خونی که ریخته بشه گناهش با افراسیاب، به خاطر اومده غارت کرده، اومده چه کرده و بنابراین گناه اوست. اگر کشته آید کسی زین سپاه، بهشت بلندش بود جایگاه. چه گویید این را چه پاسخ دهید؟ همه یک سر راهی رای فرخ نهید. بدانند و بر بد شده پیش دست، مکافات این بد نشاید نشست. میگه خودشون که بدن هیچ، بر بد هم پیش دستی کردن، اونها پیش دستی کردن بر بد، مکافات این بد نشاید نشست، باید جزاشون رو داد. بزرگان به پاسخ بیاراستند، به درد دل از جای برخواستند، که ای نامدار جهان شاد باش، همیشه ز رنج و غم آزاد باش، تن و جان ما سر به سر پیش توست، غم و شادمانی به کم بیش توست، ز مادر همه جنگ را زاده ایم،
همه بنده ایم ار چه آزاده ایم. چو پاسخ چنین یافت از پیلتن، ز گودرز و از توس و از انجمن، رخ شاه شد چون گل و ارغوان، که دولت جوان بود و خسرو جوان. بر ایشان فراوان بخواند آفرین، که آباد بادا به گردان زمین. بگشتن در این نیز گردان سپهر. پس بر این ماجرا هم، بر این حوادث هم، بر این مقدمات هم روزگار گذشت و گذشت و گذشت. بگشتن در این نیز، یعنی همچنین، گردان سپهر. چو از خوشه بنمود خورشید چهر، یعنی وقتی که از برج ششم از سنبله خورشید طلوع کرد، ز پهلو همه موبدان را بخواند، سخنهای بایسته چندی بران، دو هفته در بار دادن ببست، به نوی یکی دفتر اندر شکست. گفت برای یه دفترچه بیاد. به نوی یکی دفتر اندر شکست، یعنی یه دفترچه جدیدی باز کردن برای حال این امر جنگ. یعنی رفتن یه لپتاپی خریدن، حالا معنی امروزش این میشه. بفرمود موبد به روزیدهان، که گویند نام کهان و مهان. گفت بیان اسامی رو بخونید. سزاوار بنشست نام گوان، چنان چون بود در خور پهلوان. نخستین ز خیشان کاووس کی، 110 سپهبد فکندند پی. فریبرز کاووس شان پیش رو، کجا بود پیوسته شاه نو. گزین کرد 80 تن نوزری، همه گرزدار و همه لشکری. زرسب سپهبد نگهدارشان، که بردی به هر کار تیمارشان. که تاج کیان بود و فرزند توس، خداوند گوپال و شمشیر و کوس. سدیگر چو گودرز کشواد بود، که لشکر به رای ویاباد بود. نبیره پسر داشت 78، دلیران کوه و سواران دشت. فروزنده تاج و تخت کیان، فرازنده اختر کاویان. چو 63 تخمه گژدهم، بزرگان و سالارشان گستهم. خب گژدهم اگر یادتون باشه، وقتی که سهراب به ایران حمله کرد، توی اون قلعه مرزی گژدهم یه پیرمردی بود که در واقع مرزبان ایران بود و دختری داشت، گردآفرید، که اون دختر برادر همین آقای گستهم که اینجا الان سالارشان گستهم، به یک جنگ خیلی دلاورانه با سهراب کرد. و این به هر حال گژدهم یه پیرمردیه، میگه چو 63 از تخمه گژدهم، و حالا اینجا ما نمیدونیم گژدهم زنده است یا نیست. بزرگان و سالارشان گستهم. باید حواسمون باشه که این گستهم رو ما با گستهم پسر نوذر اشتباه نگیریم، چون خیلی جاها تو شاهنامه این دوتا اشتباه میشن و واقعا ما قرینه نداریم که بفهمیم کدوم گستهم هست. ولی اینجا به هر حال روشنه، اشتباه نمیشه، اینجا پسر گژدهم هست. ز خیشان میلاد بود 100 سوار، چو گرگین پیروزگر مایدار. ز تخم نوایه چو 85 سواران رزم و نگهبان گنج. کجا برنه یا برنه بودی نگهدارشان، به رزمندرون دست بردارشان. خب این برنه پسر نوایه به شکلای دیگری هم اسمش ثبت شده، مثلا برته پسر توانه ثبت شده. حال توانه خیلی خوبه برای چیز. من یه توضیح بدم، از بخونم براتون در این رابطه. میگه این نام را در رابطه با برته داره میگه، میگه این نام را برهان، منظورش برهان قاطع است، بر وزن شورته ضبط کرده است، یعنی برته پسته. و ولف آن را برته آورده است، و یوستی آن را برته، و اصل آن را پرته میداند، که از خاندان توانه می باشد. این نام در عربی فرته شده است و تبری نام او را فرتت ابن تغارقان ضبط کرده است.
در طبری فرته از سرداران است که پس از آن که کیخسرو بر افراسیاب چیرگی یافت او را مورد مهر قرار داد. یوستی صورت اوستایی این نام را به حدس پرتکا می داند. برهان پرته را پسر نوابه و در نسخه توابه می داند و در نسخه های شاهنامه نواده، لوایه، نوانه و گرازه ضبط شده است و یوستی آن را توانه آورده است. در راحت الصدور کتاب مشهور راوندی، در راحت الصدور این نام به صورت پرته به فتح اول آمده است. خب این اسامی است، چون اسامی است که شما دیگه نمیشنوین تو شاهنامه، به خاطر همین من یکم درنگ کردم روشون که ببینیم که اسامی که مشهور نیستن چقدر اتفاقا بیشتر دستخوش تغییر میشن و ما نمیتونیم واقعا بفهمیم این نام ها چی هستن. ز تخم نوایه چو 85 سواران رزم و نگهبان گنج، کجا برنه بودی نگهدارشان به رزمندرون دست بردارشان. چو 33 مهتر ز تخم پشنگ که رویین بودی شاهشان روز جنگ. خب این پشنگ هم با اون پشنگ پدر افراسیاب فرق میکنه، چون میدونیم در واقع شوهر دختر ایرج اسمش پشنگ بوده و اون پشنگ ایرانی بوده، اون پشنگی که پدر افراسیاب تورانی است. بنابراین ما دو تا پشنگ داریم، یکی تو جبهه دوستی که تو جبهه دشمن. چون 33 مهتر ز تخم پشنگ که رویین بودی شاهشان روز جنگ، به روز نبرد او بودی پیش کوس نگهبان گردان و داماد توس. گزین ابر شهر 70 مرد، پس 70 تا پهلوان فقط از نیشابور بودن. ابر مرد یا ابر شهر ببخشید یا ابهر شهر نام قدیم و باستانی نیشابور هست. گزین ابر شهر 70 مرد که بودند گردن کشان نبرد، بر ایشان نگهدار فرهاد بود که در جنگ سندان پولاد بود. ز تخم گرازه 105 گرد نگهدار ایشان همورا شمرد. خب این دفترچه رو آوردن و گفت که اسامی پهلوانا رو بخون، خاندانهای مختلف رو بخون. ببینن شما در زبان و منش کیخسرو خیلی دارین فضای اشکانی میبینین، خاندانهای بزرگ میبینیم با اسامی مشخص، این خاندانها به همدیگه وابسته نیستن، هر کدوم برایشون خودشون لشکر دارن، هر کدوم برای خودشون نفرات جداگانه دارن، اینها رو باید در یه دفترچه شاه بنویسه جمع بکنه. بعدا ما میبینیم که بیژن با یک پادشاهی با یک به حساب داوطلب یه جنگی میشه که کاملا با حوادث دوره اشکانی سازگار میشه قضیه. همینجور ما میبینیم که آذرگشسب تأسیس میشه، یعنی آتشکده آذرگشسب رو میبینیم که ساخته میشه و باز این هم میخوره به این که حوادث باید ما خیلی بعد از زرتشت اتفاق افتاده باشه و بنابراین در صورتی که ما میدونیم زرتشت در شاهنامه در زمان گشتاسب داره ظهور میکنه و چطوری که حالا این هنوز گشتاسپی نیست، هنوز زرتشتی ظاهرا ظهور نکرده به روایت شاهنامه، ولی آتشکده آذرگشسب اونجا ساخته شده و حتی با یه دیتیلی توضیح میده. بنابراین کاملا ما میبینیم که فضای اشکانی داره غلبه میکنه بر فضای باستانی و ادبیات ادبیات اشکانی است و جلوتر که رفتیم من اینها رو نشون میدم که کجاها هست که ما میتونیم ردپای اشکانیان رو تو این داستان ببینیم. کنارنگ، خب کنارنگ هم در اینجا باز دوباره ناحیه است که نزدیک به همون نیشابور هست و خود لغت کنارنگ یعنی مرزبان، ولی اینجا اشاره به محلی است، به ناحیه است. میگه کنارنگ با پهلوان گزین ردان و بزرگان با آفرین، چنان بود که موبد ندانست مر. دیگه موبدا خسته شده بودن، انداز مر یعنی اندازه، موبدا دیگه حد و اندازه نمیشناختن، از بس اسم نوشته بودن، پهلوانا رو نوشته بودن. ز بس نامداران با برز و فر نوشتند بر دفتر شهریار، همه نامشان تا کی آید به کار.
بفرمود که از شهر بیرون شوید، ز پهلو سوی دشت هامون شوید، سر ماه باید که از کرنای خروش آید و زخم هندی درای. گفت یک ماه وقت دارید اینها رو بریم بهشون بگید، یک ماه وقت دارید آماده بشید، همه سر سوی جنگ توران نهید، همه شادمانی و سور آن نهید. نهادند سر پیش او بر زمین، همه یک به یک خواندند آفرین، که ما بندگانی مشاهی تو راست، سر گاو تا برج ماهی تو راست. فسیله که بودش به جایی یله، به لشگرگه آورد یک سر گله. هرچه که اسب بود گفت من این از اطراف جمع کنید و بیارید. بفرمود کان کو کمند افگن است، به رزمندرون گرد رویین تن است، به سوی فسیله کمند افگنید، سر باد پایان به بند افگنید. در گنج دینار بکشاد و گفت، که گنج بزرگان نباید نهفت، که هنگام کینه بر شهریار، شود گنج دینار بر چشم خار. به مردان همی گنج و تخت آوریم، به خورشید بار درخت آوریم. خب حالا من توی این بیت میگم که چه چیزایی حذف شده. به نیروی مردان دوباره همی گنج و تخت فراهم آوریم. ببینه چقدر کلمه حذف شده. به نیروی مردان دوباره همی گنج و تخت فراهم آوریم، یعنی با قدرتی که این لشکریان به من میدن، من دوباره این پولهایی که خرج میکنم شود گنج دینار بر چشم خار. این پولها رو الان خرج لشکر میکنم، دوباره با این لشکریانم میتونم پول بیارم، دوباره با این لشکریانم میتونم گنج فراهم کنم. به مردان همی گنج و تخت آوریم، یعنی دوباره پول جمع میکنیم. بعد جوری که به خورشید بار درخت آوریم، بار درختمون رو برسونیم به خورشید، یا همانطور که خورشید بار درخت رو میاره بالا، همون گونی که خورشید باعث میشه که بار درخت بیاد بالا و شکوفا بشه و درخت پربار بشه، همون جور هم ما با لشکرمون دوباره پول میاریم و ثروت میاریم. چرا برد باید همی روزگار، که گنج از پی مردم آید به کار. من که نیومدم که گنج رو با خودم ببرم، گنج برای همین کار است. سواران ایران در آن انجمن، بزرگان نشسته همه تن به تن، بیاورد صد جامه دیبای روم، همه پیکرش گوهر و زر و بوم. پیکرش گوهر و زر و بوم یعنی از طلا بافته شده بود و نقشی که روش بود از گوهر بود. مثلا فرض کنید پیکرش یه گوزن بود، از گوهر یه گوزن درست کرده بودن و از نخ زربف هم خود اون زمینه یا بکگراندش رو بافته بودن. بیاورد صد جامه دیبای روم، همه پیکرش گوهر و زر و بوم. همان خز و منسوج همزین شمار، یکی جامه پرگوهر شاهوار. نهادند پیش سرفراز شاه، چنین گفت شاه جهان با سپاه، که اینت بهای سر بیبها، بلاشان دشخیم نر اژدها. و اینو میدم به کسی که بره سر بلاشان رو برای من بیاره. خب همینجا شما نگاه کنید، ما 5 تا پادشاه اشکانی داریم که اینها پلاش به اصطلاح بودن و معلومه به صورت جمع هم اینو به کار برده، یعنی گفته بلاشان. بذارم من یه توضیح بخونم براتون. این نام یعنی پلاشان، این نام در بعضی شاهنامه ها بلاشان آمده است و مجمل التواریخ و القصص نیز بلاشان است. در مجمل التواریخ و القصص نیز بلاشان است که از پادشاهان اشکانی است و در فارسنامه ابن بلخی نیز بلاشان آمده است. پلاشان از پهلوانان تورانی شاهنامه است، اما بیشک همان بلاش اول و
ولیکن پلاشان از پهلوانان تون، اما بیشک همان پلاش اول یا ولاگاسس است. جی سی کویاجی معتقد است که نام بیژن در اصل عنوان یک تیره از دودمان گودرز بوده و بعدها تنها نام نبیره وی پنداشته شده است و با تطبیق رویدادهای تاریخی با آسانی میتوان پی برد که شورش مازندران و گرگان نمایشگر یک ستیزه شخصی میان خاندان گودرز و دودمان پلاش یکم بوده است و این نکته را در شاهنامه در قالب نبرد میان بیژن و پلاشان میبینید و پلاشان صورت فارسی شده نام پارتی ولاگش است. جالب توجه است که بلاشان به صورت جمع آمده، زیرا چند تن از پادشاهان پارتی به نام بلاش از پس یکدیگر میزیستند. جنگ ده ساله میان خاندانهای گودرز و بلاش در شاهنامه جنبه نمادی پیدا کرده و در پیکار میان بیژن و پلاشان که با مرگ پلاشان پایان میپذیرد خلاصه شده است. آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان، صفحه 150. در حماسه سرایی هم آقای ذبیح الله صفا توضیح داده راجع به همین قضیه اشکانی بودن این نام ها که دیگه اونو نمیخونم. خلاصه نگاه کنید، حسن پیرنیا هم همینو میگه اگر اسمش رو اشتباه نکنم توی تاریخ ایران باستان. دقیقاً به طور غیر مستقیم میگه که شاهنامه یک کتاب تاریخی است ولی یک کتاب مستندی نیست. ما نمیتونیم استناد کنیم به خاطر اینکه اسامی از اشکانیان رفته به جای دیگه و مثلا از جای دیگه اومده جلوتر. اینه که زیاد نمیتونیم به شاهنامه استناد کنیم که یک کتاب 100% تاریخی هست. بله، این یکی از این مصادیقی که نشون میده که تاریخ مخدوش شده. و اینجا ناکنن میگه که اینت بهای سر بی بها، یعنی سر بی ارزش بلاشان، بلاشان دشخیم نرج. میگه که من این مخز منسوج و این به اسم جام پرگوهر شاهوار و این فلان و که پیکرش از گوهر و فلانش از فلان و چه از تو چه است، اینها رو میدم به کسی که بره و سر بلاشان دشخیم نر اژدها رو بیاره. کجا پهلوان خواند افراسیاب؟ ببین اون رو پهلوان افراسیاب میدونه، چون پادشاه اشکانی رو پهلوان افراسیاب میدونه. کجا پهلوان خواند افراسیاب، به بیداری او شود سیرخواب. سر و تیغ و اسبش بیارد چو گرد. نه، بلاشان اسم پهلوان افراسیاب توی شاهنامه، بر اساس روایت شاهنامه بلاشان پهلوان افراسیابه. بر اساس روایت های تاریخی ما حدس میزنیم که احتمالاً این همون پلاش پادشاه اشکانی باشه. کجا پهلوان خواند افراسیاب، به بیداری او شود سیرخواب. یعنی مادامی که بلاشان بیداره، آقای افراسیاب میتونه بخوابه. سر و تیغ و اسبش بیارد چو گرد، به لشکرگه ما به روز نبرد. سبک بیژن گیو بر پای جست، میان کشتن اژدها را ببست. همه جامه برداشت من جام زر، به جام اندرون نیز چندی گوهر. بسی آفرین کرد و شهریار، که بادی چنین جاودان کامگار. وزنجا بیامد به جای نشست، گرفته چنان جام گوهر به دست. به گنجور فرمود پس شهریار، که آرد 200 جامه زرنگار. همان خز و دیبای و 100 پرنیان، 2 گل رخ به زنار بسته میان. چنین گفت که این هدیه آن را دهم، وزان پس بسی نیز بر سر نهم. که تاج تجاو آورد پیش من، وگر پیش این نام دارن جمن. گفت اینا رو میدم کسی که بره تاج تجاو رو بیاره، نه تجاو رو بکشه ها، تاج تجاو رو بیاره. تجاو حالا کیه؟ طبق بعضی روایات داماد افراسیابه، که افراسیابش به سر برنهاد. یعنی افراسیاب این تاج رو گذاشت بر سر او. ورا خواند بیدار و فرخ نژاد، همان بیژن گیو برجست باز. کجا بود در جنگ چنگش دراز، خیلی حریص بود به جنگ. پ-
پرستنده و هدیه ها برگرفت، از او مانده بود انجمن در شگفت. بسی آفرین کرد و بنشست شاد، که گیتی به کیخسرو آباد باد. بفرمود تا با کمر 10 غلام، 10 اسب گزیده به زرین لگام، ز پوشیده رویان 10 آراسته، بیاورد موبد چون این خواسته. چون این گفت بیدار شاه رمه، که اسبان و این خوب رویان همه، کسی را که چون سر به پیچت تجاو، سزدگر ندارد دل شیر گاو. پرستنده ای دارد او را او روز جنگ، که از آواز او رام گردد پلنگ. اینجا مخدوشه، بذاره من اول قصه رو بگم بعد برگردم سراغ ترتیب کلمات. میگه بعدش دوباره کمر آوردن و غلام آوردن و چه آوردن و چه آوردن، و شاه گفت اینا رو میدم به کسی که بره و یک کنیزی داره تجاو، که اون کنیزه رو برای من بیاره. پرستنده ای دارد و روز جنگ، که از آواز او رام گردد پلنگ. یه پرستنده ای داره که این خیلی خوب حرف میزنه، به رخ چون بهارو، به بالا چون سرو، میانش چون غرو، به رفتن تزرو، یعنی کمرش باریکه، غرو یعنی نی، میانش چو غرو و به رفتن تزرو. یکی ماه روی است نام اسفنوی، سمن پیکر و دلبر و مشبوی. که این کنیز یا به روایتی دختر افراسیاب، یعنی این همسر، یعنی اسفنوی، یا حالا دختر افراسیابه یا یه زن دیگری از زنان تجاو هست، که بره و او رو بیاره که سمن پیکر و دلبر و مشکبوی هست. نباید زدن چون بیابچ تیغ، مبادا که بکشتش، که از تیغ باشد چونان رخ دریغ. حیفه که او کشته بشه به خم کمن در گرفته کمر، برانسان که آرد کسی را به بر، بیارتش نزد من. این حسبه، یعنی بیاورد نزد من، برانسان که آرد کسی را به بر، بزد دست بیژن بران هم ببر. بیژن باز دوباره داوطلب شد. من بر میگردم سراغ این ابیات، منتها قبل از اینکه برگردم سراغ این ابیات، اجازه بدین یه توضیحی بخونم اینجا براتون. خب، از جمله شباهت‌های داستان تجاو و اسپنوی و رادامیست و زنوبی در این رابطه میخوام بگم. تاسیت مورخ رومی داستان نبرد بیژن و تجاو را از داستانهای پارتی شاهنامه، و تجاو را رادامیست و اسپنوی را در واقع همون میشه زنوبی معنی میکنه. ببینه رادامیست یک چیز گرجی هست. ببخشید من اون چیزی که اون بالا نوشتم خوندم براتون خیلی نامفهوم بود، اون رها کنید من یه توضیح دیگه بخونم. زنوبی همسر رادامیست، شاهزاده گرجستان، که با حیله و نیرنگ بر مهرداد پادشاه ارمنستان غلبه کرد و خود پادشاه ارمنستان گردید. پس از چندی ارامنه بر ضد او شوریدند، رادامیست با زنش فرار کرد و در حال فرار برای اینکه زنش اسیر دشمنان نگردد، زخمی مهلک بر زنوبی وارد ساخت و خود بگریخت، ولی شبانی این زن را از مرگ نجات داد و به دربار تیرداد فرستاد و تیرداد او را مانند ملکه پذیرفت. اینها از همین کتابی است که آقای ریاضی هم گفتن، یعنی از تاریخ ایران باستان آقای حسن پیرنیا. و در حدسی که حسن پیرنیا میزنه، در واقع اسپنوی رو تغییر شکل یافته زنوبی میدونه، یعنی فکر میکنه این زنوبی همین اسپنوی همون زنوبیه و تجاو رادامیسته، و در واقع ماجرای این که رادامیست زن خودش رو زخمی میکنه به قصد کشتن و اون زن گیر اشکانیان میفته و بعد میاد تو دربار پادشاهان اشکانی، از او با احترام پذیرایی میشه و او زن رو در واقع، زنی که در واقع توسط شوهرش که شورشی بوده بر علیه اشکانیان، اون رو اینا به چنگ میارن و خیلی هم مورد عز و احترام قرار میدن. طبیعی هم بوده چون زن دشمن بوده و میتونسته اینفورمیشن های زیادی داشته باشه و در واقع یه جوری باش همدستی کنه.
میگه این ماجرا باعث شده که این بخش در واقع، حالا بعضی ها معتقدن این بخش به شاهنامه اضافه شده. همه چی میگی زری؟ 2 دقیقه وقت داریم. همه اینها نشون میده قصه ها چقدر معطوف به سا حوادث عصر اشکانی هست. ناکنه پس من بر میگردم سر قصه، به خاطری که مشکل تعقید لفظی هم داره، اونم براتون برطرف کنم. ناکنه میگه که بفرمو تا با کمر 10 غلام، بیت 190 رو دارم میخونم. بفرمو تا با کمر 10 غلام، 10 اسب گزیده به زرین لگام، ز پوشید رویان 10 آراسته، بیاورد موبت چنین خواسته. پس یه ثروتی رو آوردن دوباره وسط. چنین گفت بیدار شاه رمه که اسبان و این خوب رویان همه، یعنی این ثروت ها. حالا آقای خالقی اومده سزدگر ندارد دل شیرگاو رو گذاشته توی بین دو تا خط، میبینن تو مصرع دوم، یعنی فرض کرده سزدگر ندارد دل شیرگاو کلش جمله معترضه است، یعنی کسی را که چون سر به پیچت تجاو سزدگر ندارد دل شیرگاو. خب عجیب هم نیست، به خاطری که گاو که دل جنگیدن با شیر نداره، که معلومه که آقای تجاو از سردار ما، از بزرگ ما، از دلاور ما سر میپیچه، طبیعیه، به خاطری که سزد یعنی سزاوار است، طبیعی است که، معلومه که اینجوریه. گر یعنی اینچنین است که، ندارد دل شیر گاو، یعنی اگر گاو دل جنگیدن با شیر نداشته باشه این چیز عجیبی نیست. خب آقای چیز این اینجوری معنی کرد، ولی تو معنی که آقای خالقی کرده بر اساس پانکچویشن جمله فعل نداره، یعنی باید باشه کسی را دهد. ببینم میگه چنین گفت بیدار شاه رمه که اسبان و این خوب رویان همه، کسی را باشد، این باشدی از تو جمله حذف شده، که چون سر به پیچت تجاو سزد گر ندارد دل شیرگاو، پرستنده ای دارد او روز جنگ. حالا میگه که اون اگر سر پیچید، اگر در رفت، اگر فرار کرد، اگر حاضر با جنگ با پهلوان ما نشد، بره و چکار کنه و اون پرسنندش رو برداره برای ما بیاره. اگر اینجوری که آقای خالقی گفته ما بخوایم بفهمیم، فعل این جمله باید توی مثلا 4-5 بیت بعد فعل جمله رو دنبال کنیم، ولی من این رو اینجوری میخونم، کسی را سزد، سزد رو فرض میکنم فعل جمله است. ببینین اینجوری میگم چنین گفت بیدار شاه رمه که اسبان و این خوب رویان همه، کسی را سزد که چون سر به پیچت تجاو گر ندارد دل شیرگاو. پس این گر ندارد دل شیرگاو ربطی به سزد نداره. پس حالا درست میخونمش، نگاه کنه، میگه چنین گفت بیدار شاه رمه که اسبان و این خوب رویان همه، کسی را که چون سر به پیچت تجاو سزد گر ندارد دل شیرگاو. معلومه که دل شیرگاو نداره، سزد این وسایل، این ثروت، این مال و منال، کسی را که چون سر به پیچت تجاو سزد، که چکار کنه حالا؟ که پرستنده ای دارد اون روز جنگ، بره اون پرستنده را برای من بیاره. ببینید دارم سعی میکنم تعقید لفظی کلمات رو برطرف بکنم، جملات رو برطرف، جملات معقدن، یک جوری فعل جمله گم شده و به نظر من فعل جمله سزد هست و جور در میاد. باز دوباره خودتون بریم تو دلتون بخونید و فکر میکنم به نتیجه که من رسیدم میرسید. خب پس میگه این ثروت را، شاه میگه این ثروت را میدم به کسی که وقتی که تجاف فرار کرد از جلوی او، بره و زن او رو برای من بیاره. پرستنده ای دارد او روز جنگ، که از آواز او رام گردد پلنگ، به رخ چون بهار و به بالا چون سرو، فلان است و فلان است و یکی ماه روی است، نام اسپنوی، سمن پیکر و دلبر و مشکبوی، نباید زدن چون بیابش تیغ، که از تیغ باشد چنان رخ دریغ، به خم کمن در گرفته ببر، برانسان که آرد کسی را ببر، بزد دست بیژن بران هم ببر، بیامد بر شاه پیروزگر. باز هم دوباره
بیژن داوطلب شد که بره و اگر تجاو که حالا فکر میکنن بعضی ها همون رادامیست هست سرپیچی کرد یعنی فرار کرد، اسپنوی کنیزش یا زنش رو بگیره و برای شاه بیاره. خب حالا باشه بقیهش هفته آینده. این مشکلی بود از مشکلات شاهنامه که احتمالا خستتونم کردم، ولی به هر حال اگه بخواید بخونید این قسمت رو بفهمید ناچارید که اینها رو مرور کنید. قربون تو، خیلی متشکرم، تا هفته آینده.